احساس گفتن گفتن یک هنرمند که احساس نداشته باشه او آهنگ به اصطلاح نمیتونه که بخونه و شما هم گفتین بعض آهنگایتان حتی کلپ هایش خودتان فکر میکنین که چه قسم کلپ شما باید داشته باشین در آهنگایتان و مگه اشتباه نکنم زیادتر کمپوزای آهنگا هم از خود شماست از آهنگایی که خواندین اگه اشتباه نکنم اما تر است خب در اول که شروع کرده بودم 60% آهنگا مثلا کمپوزای خودم بود 40% نبود از خودم بعد از او آهسته آهسته و به ترتیب یا قدم به قدم کوشش کردم که در هر سدی خود تعداد آهنگایی که خودم کمپوز کردم زیادتر بسازم میشه که خوشبختانه حال تقریبا در 100% رسیده خب من اگر خواسته باشم میتونم که تمام آهنگا رو صرف از خود بخونم اما یک دلیل وجود داره که من فرزند در سدی قبلیم که در سدی کهکشان بود و در سدی اولین دیدار در سدی اولین دیدار من دو پارچه آهنگ از هنرمند بسیار عزیز ما یارباما جان که در هالند زندگی میکنه از اونا کمپوز گرفتم این چند دلیل داشت دلیل اولشی بود که اول خو در کار باید تنوع به و بینین شنونده باید هر آهنگ را که میشنوه احساس از این را کنه که یعنی این یک چیز دیگه بود آهنگ دوم شنیدم این یک چیز دیگه بود و آهنگ های یارماما جان بالکل از استیل کار من یک چیز دیگه هسته فرق داره این خودش یک تنوع در کار و مسئله دومش که من چرا از دیگه کمپوزیتورهای عزیز آهنگ میگیرم مخصوصا هنرمندایی که امکانات کم دارن مسئله سپورت کردن هست واقعا من قبلا براتون گفتم که من ضرورت ندارم که از دیگه کس کمپوز بگیرم من تا وقتی که آدم یک کمپوزیتور دیگه را سپورت میکنه اینمی کار بسیار خوب است بله من هست یک هنرمند من هست یک هم مسلک بله و یارماما جان از کمپوزیتورها بسیار خوب ما هستن سابقه دار با تاسف دیگه هنرمندا قدر زیاد ازش احوال ندارن خبر ندارن که امتیاز هنرمند هم هست که کمپوز میکنن در پهلوی خود موسیقی یا سرودن آهنگ شما موسیقی بسیار قوی دارین شما این موسیقی های شما را جواب جان این سوال است که ما میفهم اگر میال لینا باز باشه کلا متنا از میپرسن موسیقی را خودتان تنظیم میکنه یا کس هست کمک میکنه تان آهنگ را یا پارچه های کتابال جور کردیم 90% ما خودم جور کردیم در بعضی آهنگ ها من از یکان دوستای خود کمک میگیرم که البته او هم سر بخاطر ازی که اما گپ پیشتر که تنوع باید زیاد باشه که همیشه عین ساوند و عین ریتم و چیزا نباشه منتها یک کار بزار جالب این است که من همیشه هر سیدی که جور کردیم موزیکاش که خودم جور کردیم البته او ارنجمنتاش همیشه از یک سیدی به دیگر سیدی تفاوت داشته بله این به خاطر از اینه که مثلا من خواسته باشم که کلش تغییر بدم شاید هم یک کار مثبت بوده باشه که ما نتونستیم که یک کار را که فرض مثال یک سال پیش کردیم یک سال بعدم عین سیستم عین ارنجمنت جور کنم همیشه چون چیزای نو شنیدیم و همو ایده‌ای ما همیشه تغییر خورده به خاطر اگر بگویم شاید که حافظه ما خراب بوده باشه از خاطر همیشه ارنجمنت ما تغییر می‌کنه دکس دیگه رقم دکس دیگه رقم میخونه اون حافظه که نواریست اما خب اگر از ضعف حافظه اون باشه به این خوش هستم به خاطر اینکه نمی‌خوایم که یک خواندن با دیگه خواندن یا یک سبک پارچه که ارنجمنت کردیم با سری دیگه یک چیز باشه بس خسکون میشه خسکونش و راستی هم تکرار میشه که موضوع رو بگویم و واقعا در هر سیدی شما در هر آهنگ شما این مزه ها بوده به مخاطر ما هم بسیار مشکل است که یک آهنگ تایید کنیم یک هنرمند تا که درست نفهم چون فیلم سازا آهنگ با تصویر میبینه ما هر آهنگ شما را که میشنوم مثلا آهنگ اولین دیدار یا ایابی دو چشمت ما چشمای ما پت میکنم جاو جان وقت آهنگ میشنم با تصویر از دستم مزه بر ما زیادتر است و اونم مزه راستی دا آهنگای شماست و خداوند شما را خیر بده ما افتخار هستین دای جوانی نام خدا قدر ابتکار میکنیم که گفتم یکی از دوستارای آوازتان ما هم هستم و جاو جان آهنگای شما زیادتر رومانتیک گفتین آهنگای بسیار رومانتیک شما انتخاب میکنین
زیادتر آهنگای شما که از تعریف ها است در پهلوش دیگه به اصطلاح امریکایی ها رومانتیک هست، این شعر تا آخر رو میخوانی همونتو تعقیب کنی یا در بعض آهنگایتان میخوانید باشه و بعض آهنگانه؟ خب منظورتان اگر صرف از آهنگای آرام باشه. آرام هم میگم من زیاد آهنگای آرام خوش دارم. خب البته واضح است که آهنگای مست هم خوش دارم، بخاطر که هر آهنگ آدم در جایش میخوانه. فرض مثال در یک مجلس شادی و خوشی، در یک مجلس عروسی آدم دیگه نمیتونه که سر تا آخر اول نیدارت بخونه. بله بله. یه موسیقی که در زمین سر مردم فاجعه کشید داخل کنه گیر خواه میبره. اما که میگن هر سخن جای هر نکته مکان داره، به مو خاطر آدم باید که نبض مجلس، نبض کنسرت و اوضاع و ذوق بیننده که پیش روی آدم میشته او را آدم مد نظر بگیره که مثلا اکثریت اودینس کی هسته. اعترام نکنه آدم که فرزند کل جوان ها 80 یا 90 درصد جوان ها باشه، 5 یا 10 فیصده که بزرگ ها شیشتن باید آدم او را مد نظر نگیره، او کارم نکنه.